لوی درستیز ارتش ملی که در مراسم فراغت این سربازان حضور داشت سال گذشته را برای نیروهای امنیتی کشور دشوار خوانده میگوید. بان که نظامیان افغان تلفات زیادی را در سال پار داشتند اما نگذاشتند تا گروه های راس افغان به اهدافشان برسند. السلام علیکم. در فکر اشغال اراضی بودند، در فکر سقوط ولایات بودند و همچنان در فکر ادامه بدمنی و تشنج در بین مردم افغانستان بودند. خوشبختانه در سالی که گذشت همه اهداف شومش و شیطانیشان به ناکامی مواجه شد. در این حال وی میگوید بیشتر از 40 کشور آماده کمک به نظامیان کشور هستند و نیز از تجهیز نیروهای امنیتی از لحاظ فنی و مالی تا سال 2024 سخن زد. تا سال 2020 تمام مصرف نیروهای دفاعی امنیتی کشور دوستای بین المللی عهده‌دار شدند و تا سال 2024 در بحث هستیم. وعده ها و چیزهایی را شنیدیم که امیدوار هستم که تا سال 2024 ما تمام نیازمندی های اردوی ملی افغانستان را جلب کنیم. کلش خپلو مقدس و وظایف و تاشدار سی سلام و سیش تاش پلاس کدردی آقا باید هیدر مراقبت کنی، آقا باید وساطی سوی دیگه پویسته باید دشمن نبود سی همه دشمن سی یا پاکستان یا ایران یا هر چوک شده که تعلیم دا که دایش دا که بلکو دی وطن دشمنی دی خلق دشمنی دی خاور دشمنی دی غیب نابودهی دی پارو مرتا تالی داری کنی. از سوی هم فرمانده مرکز تعلیمی نظامی کابل از فرسوده شدن 87% تجهیزات نظامی در این مرکز خبر داده افزود تا هنوز تعلیمات آنچنان معیاری باشد نیست. هنوز هم تعلیمات ما در برخی موارد معیاری نگردیده است. برای 14 تومخانه و 3 آشپزخانه به ترمیم مجدد رنگ سمت و سایر ضرورت ها نیاز داره. 13 هفته ابتدایی که در مرکز تعلیمی نظام کابل تعلیم کردیم و چیزی که از آنها آموختیم در مقابل هر افغان می جنگیم و امیدواریم که هموطنان ما و جوانایی که هستند بیاین از این یونیفرم استفاده کنند. این نظامیان پس از یک دوره آموزشی و فراغت از این مرکز قرار است در بخش‌های از نارام کشور فرستاده شوند و نقش این نظامیان در تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور مؤثر گفته می شود. دیده شود که این نظامیان در سال پیشرو چقدر برای تامین امنیت مؤثر واقع خواهند شد. فرهاد امونی، نورین، کابل.